نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل از فرصتی دیگر استفاده کرد تا به جهان هشدار دهد اگر تحریم‌ها علیه ایران برداشته شود، تروریسم آن کشور تشدید خواهد شد. گیتا آریان گزارش می‌دهد. نخست وزیر اسرائیل خطاب به مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس بار دیگه در مورد لغو تحریم‌ها علیه ایران هشدار داد. نفتالی بنت در سخنرانی خودش که به طور مجازی ارائه شد گفت تنها نتیجه دادن میلیاردها دلار به ایران تشدید تروریسم از سوی اون کشور خواهد بود. دور هشتم مذاکرات در وین در جریان و علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران بعد از غیبتی دو روزه دوباره در وین هست. فرانسه و بریتانیا هم فرد شماره یک خودشون رو تغییر دادن. با توجه به آهنگ کند پیشرفت در مذاکرات و هشدارهای آمریکا که چند هفته بیشتر تا مرحله تصمیم گیری باقی نمونده چرا که دیگه مذاکرات منافع پیشبینی شده 6 سال پیش رو تامین نمی‌کنه، گروه بین المللی بحران در مقاله تحلیلی میگه واشنگتن و متحدین به گزینه‌های دیگه دارن فکر می‌کنن. توافق موقت برای توقف فعالیت‌های اتمی بیشتر ایران در مقابل لغو برخی تحریم‌ها، اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا و بالاخره اقدام نظامی چه علنی چه پنهانی علیه تأسیسات اتمی ایران. با برشمردن منافع و مضرات هر یک از این گزینه‌ها اندیشکده پیشنهادهایی برای نتیجه بخش بودن مذاکرات ارائه می‌کنه. مقاله هم در روزنامه بلومبرگ با یک سری استدلال گفته که گفته های مقامات دولت بایدن رو رد میکنه که هرچی بشه نتیجه خروج دولت ترامپ از برجام بوده. مقاله میگه جنگ های نیابتی ایران با به وجود آمدن جمهوری اسلامی و حمایت اون از گروه های مسلح در منطقه شروع شده بود و برنامه موشک های بالستیک و بالا بردن توان نظامی کشور هم به قبل از برجام باز میگرده. مقاله اشاره داره که بعد از برجام بود که ایران بودجه نظامی خودش را افزایش داد، اما اعمال تحریم‌های مجدد بعد از خروج دولت ترامپ از برجام دسترسی ایران به پول و مهمات نظامی را کم کرد. گیتا آریان، صدای آمریکا.